ارائه بعدی توسط آقای محمد حیدرزاده برنامه آموزشی ویکی‌پدیا. تشویقشون بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمتتون. من محمد حیدرزاده هستم، مدیر یکی از مدیرای ویکی‌پدیا فارسی و حدود 8 ساله که با ویکی‌پدیا همکاری می‌کنم. امروز قرار در مورد برنامه آموزشی ویکی‌پدیا صحبت کنیم. رابطه خود ویکی‌پدیا عملاً نداره، یه برنامه‌ای در درون ویکی‌پدیا. ویکی‌پدیا رو می‌شناسید دیگه ان شاءالله، درسته؟ کسی هست نشناسه؟ جدی؟ هیچ کی نیست. اوکی، خب. خب برنامه چی هست؟ برنامه در واقع برای آموزشی ویکی‌پدیا هدفش اینه که با همکاری در واقع معلم‌ها و استادان دانشگاه، دانش آموزها و دانشجویان رو کاری کنه که جذب ویکی‌پدیا بشن و تکالیف درسیشون رو به جای اینکه به صورت پروژه یا به صورت ارائه توی کلاس برگزار کنن، اون کار رو بیان توی ویکی‌پدیا فارسی مقاله بنویسن. اولین بار این کار توی کشور مصر شاید عجیب باشه و دانشگاه قاهره شروع شد، ویکی‌پدیا عربی، و اونا فقط دپارتمان زبانهای خارجیشون شروع کردن این کارو و ترجمه میکردن از زبانهای مختلف به عربی. بعد توی انگلستان کار شروع شد و بعد هم توی آمریکا و توی چند سال اخیر هم توی جاهای دیگه زیاد شد که من جلوتر میگم چه کشورهای این برنامه رو اجرا میکنن. توی ایران هم امسال ما این ترم مهر کارو شروع کردیم، ولی هنوز به بهره برداری نرسیدیم. در واقع این کشورهایی که اون کشورهای آبی رنگ در واقع کشورهایی هستن که پروژه رو توی اونها شروع شده و توی خاورمیانه فقط چند تا کشور عربی هستن و ایرانی کشورهای شرقی این کارو نکردن. خب اولین سوالی که شاید اون استاد از ما بپرسه، شما بپرسید می خب چه لزومی داره ما مثلا بیایم توی ویکی‌پدیا مقالمون رو بنویسیم به جای تکلیف کلاسی؟ و سوال درستی هم هست. من 5 دلیل میارم برای اینکه جواب این سوالو بدم، شاید قانع کننده نباشه، شاید هم باشه. اولین مورد اینه که ویکی‌پدیا 5 میلیون بازدید داره در ماه، یعنی بیشترین سایت مرجع در ایران و جهان ویکی‌پدیا است و تو ایران پنجمین وبگاه از بر اساس رتبه الکسا ویکی‌پدیا است. نکته دیگه اینه که ویکی‌پدیا دسترسی آسان و رایگان داره. سلام، خیلی خوش اومدید، بفرمایید. دسترسی آسان و رایگان چیه؟ شما الان می‌دونید دیگه ویکی‌پدیای دایره‌المعارف، ما دایره‌المعارف زیاد داریم مثل اینا، بریتانیکا، نمونه‌های ایرانیش در واقع دانشنامه جهان اسلام، دانشنامه بزرگ اسلامی، فرهنگ مصائب قدیم. ولی شما لازمش دسترسی پیدا کردن به این موارد لازمش این بود که برید کتابا رو بخرید، توی زمانهای مشخصی در واقع بتونید از اون استفاده کنید، یا اگه پول نداشتی باید این کتابخونه‌های ساعت‌های مشخصی اون رو می‌گرفتید. اما دسترسی به ویکی‌پدیا کافی فقط اینترنت داشته باشید، با موبایلتون هم میتونید سرچ کنید و مطالبی که می‌خواید رو بگیرید ازش. سومین مورد اینه که گستردگی موضوعات، یعنی اینکه شما درباره ویکی‌پدیا دانش‌نامه در مورد همه چیزه. الان اگه اینترنت باشیم میتونم نشونتون بدم، هر موردی که به ذهنتون برسه رو میتونید سرچ کنید، از دمپایی گرفته تا موشک ناسا گرفته، چه میدونم تک تک قطعات هواپیما گرفته، هر چیزی که شما فکر کنید که دانش‌نامه‌ای باشه توی ویکی‌پدیا مدخل داره. حالا توی ویکی‌پدیا فارسی ما 506,000 مقاله داریم، مدخل داریم. توی ویکی‌پدیا انگلیسی 5,200,000، این اختلاف خیلی زیاده. این مورد سوم بود. مورد چهارم اعتماد بازدیدکنندگان. اگه استفاده کرده باشی از ویکی‌پدیا، قبول دارم یه سری مدخلا هستن که واقعا فاجعه‌اند، ما در اون بحثی نداریم، خیلی اطلاعات ضعیفی دارن یا اشتباهن یا منبع ندارن، ولی اونایی که خوب روشون کار شده توی این فیسبوک و این وری ور نگاه کنید، بس که میشه در مورد این موضوع مخصوصا موضوعات علوم انسانی همیشه گریزن ویکی‌پدیا میزنن، برای در واقع خاموش کردن طرف مقابل، میگن برو حتی ویکی‌پدیاش هم اینجوری نوشته. یعنی نشون میده که واقعا مردم به این اعتماد دارن. پنجمین مورد اینه که چرا باید دانشجو رو فرستاد به ویکی‌پدیا؟ گسترش دانش. ما همون امروز اینجا جمع شدیم در مورد محتوای آزاد صحبت کنیم دیگه. و هیچ جا فکر نمی‌کنم بهتر از ویکی‌پدیا و مهمتر از ویکی‌پدیا باشه که محتوای آزاد تولید می‌کنه. اگه موافق نیستید میتونید بگید که کجا از ویکی‌پدیا بیشتر داره تولید می‌کنه. پس وقتی دانشجو میاد توی ویکی‌پدیا و کارشو انجام میده، اون کار کلاسیشو، داره به گسترش زبان فارسی کمک می‌کنه و همینطور به گسترش دانش طبیعتاً. خب اینم اندازه ویکی‌پدیا فارسیه. یعنی چی؟ این البته اینم بگم، این بر اساس دانشنامه بریتانیکا این معیارها رو درآوردن. یعنی اگر 129 جلد کتاب اگه ویکی‌پدیا رو چاپ کنن، سفارشی کنن، پرینت کنن و
صحافی کنم میشه 129 جلد که با این معیارهایی که اینجا نوشته، یعنی هر جلدش 25 سانت طول و 5 سانت عرض و 500 برگه داشته باشه. البته این خیلی دقیق نیست به نظر خودم، چون بر اساس ویکی‌پدیای بر اساس دانش‌نامه بریتانیکاست گرفته شده این آمار، که اونا زبونشون انگلیسیه و چون توی تغییر کاراکتر کم و زیاد هست، نمی‌دونم کم میشه یا زیاد، ولی یه خورده آمارش دقیق نیست. خب حالا ما قانع شدیم که ویکی‌پدیا خیلی مهمه و استاد باید دانشجو رو بفرسته. ان شاءالله شما هم قانع شده باشید. حالا اهمیت این کار چیه؟ حالا فرض کنیم ما اینو اوکی کردیم، خب حالا باید چیکار کنیم؟ همونطوری گفتم ویکی‌پدیا دانشنامه در مورد همه چیزه، یعنی همه چیز توی ویکی‌پدیا مدخل داره، اما یه سری موضوعات هستن، موضوعات کاملا تخصصی که من دانشجوی تاریخم، من در مورد چه میدونم خیلی مسائل نمیتونم مدخل بنویسم توی ویکی‌پدیا، تو حوزه رشته خودم فهم میتونم بنویسم، اون مدخلا رو کی باید بنویسه؟ پس هدف اینه که همه مشارکت کنن دیگه. پس ما نیاز داریم بریم توی گروه‌های آموزشی توی دانشگاه‌ها و کاری کنیم که در واقع هر گروه دانشجویی متخصص بیاد مقالات حوزه خودش رو ویرایش کنه. مثلا دانشجوی فیزیک بیان رده کار خودشون، دانشجوی علوم انسانی همینطور، هر بقیه. پس ما نیاز داریم به این مورد که مقالات تخصصی رو ویرایش بشن. اگر مقالات شهر و کشور اینا رو که همه میتونن بنویسن، مشکلی هم نداره، همه هم داریم ترجمه میکنن از ویکی انگلیسی، ولی نیاز داریم مقالات تخصصی، مقالات بومی خودمون که باید اونا رو آدم متخصص بنویسه. حالا این سیستم آموزشی فعلی اینجا نشون نواقص سیستم سنتی. تو حالت فعلی من دانشجو استاد یه موضوع میده، میگه برو کار کن، من یه ماه دو ماه روش وقت میذارم، در حد 5 صفحه 6 صفحه 7 8 تا منبع میبینم. حالا رشته ما اینجوریه، نمیدونم مال بقیه رشته چجوریه، و اونا رو تحویل استاد میدم، یا در بهترین حالت من میرم سر کلاس برای 50 نفر 30 نفر در مورد موضوع صحبت میکنم، استاد می نمره میده و دقیق منش پرت میشه سطل آشغال. ولی ما میگیم آقا بیاید شما توی ویکی‌پدیا این کار انجام بدید، علاوه بر این که هم تو کلاس هم انجام بده، البته دقیق انجام بده، سر کلاس ارائهش بده اگه دوست داره، ولی تو ویکی‌پدیا هم ثبتش کنه. گفتم ویکی‌پدیا ماهانه 500 میلیون بازدید داره، یعنی شما وقتی چیزی تو ویکی‌پدیا می‌نویسید در واقع میتونید با مطمئن باشید که صفحه شما رو میلیون ها نفر میتونن بخونن و میتونید روی فکر دیگران تاثیر بذارید. یه مثال براتون میذارم، مقاله رو میگم رشتم تاریخ، بعد مثال تاریخی میذارم فقط. مقاله کوروش بزرگ، مقاله برگزیده تو ویکی‌پدیا است. در حالت عادی شما برید توی ویکی‌پدیا، یه جای کنار هر صفحه نوشته آمار بازدید، رو اون کلیک کنید، آمار لحظه‌ای رو به شما میده، در چه روزی چه ساعتی چقدر بازدید بوده. این مقاله رو من نوشتم، در حالت معمول روزای عادی بین 700 تا 800 بازدید داره روزانه. یه روزی هم هست موسوم روز کوروش 8 آبان، توی اون روز اگر برید میرسه به 6000 تا 5000 تا که آمار خیلی زیادیه. من بعضی موقع میخوام استادام ترغیب کنم به مشارکت تو ویکی‌پدیا، همین بهشون میگم، میگم کتابایی که شما می‌نویسین، مقالاتی که شما می‌نویسین، درسته نمیخوام مقایسه کنم که کار من از اونها بهتره، بس اون مخاطب، تعداد مخاطباشه، مخاطبای اون بیشتر از 100 تا فکر نمی‌کنم برسه در طول یک سال، ولی مقاله‌ای که من نوشتم روزی 700 بار داره دیده میشه. این واقعا برای هر کسی میتونه انگیزه بخش باشه. اینم از این. حالا میگیم خب اومدیم این کارم انجام دادیم، دانشجوها هم جذب کردیم و یعنی بعد استاد قانع کرد دیگه، آقا برای چی من باید بیام خود در سر جای درست کنم بفرستم ویکی‌پدیا؟ کارش چیه؟ تو حالت سنتی وقتی استاد مقاله به دانشجو میده، خب ممکنه چند واحد درس داشته باشه، 4 5 تا کلاس داشته باشه، جمع همه دانشجو شاید 100 نفر دانشجو باشه، از اینا مثلا 80 نفرشون هم بخوان به قول معروف تحقیق انجام بدن، آخر ترم که میشه بخواد اینا رو تصحیح کنه پدرش در میاد دیگه، درسته؟ باید تک تک اینا رو بخونه، نمره بده، چک کنه اینا کپی رایت نقض نکرده باشن، منابع درستی دیده باشن، لحنشون چه جوریه، خیلی مسائل این مدلی مطرحه دیگه. اما اگه این میاد اینو تو ویکی‌پدیا ثبت کنه، ما یه گروهی داریم توی ویکی‌پدیا به نام گروه‌های نگهبان، رفیقشون گشت زن، اینا پاترولینگ انجام میکار، پاترولینگ انجام میدن. اینا تک تک این مقالاتی که جدید هست رو بررسی میکنن، از نظر یه سری شیوه‌نامه‌ای که خودمون داریم و با شیوه‌نامه‌های آکادمیک خیلی متفاوت نیست و از اونا الهام گرفتیم، ما اینا رو بررسی میکنیم. مقاله جدید ثبت میشه، من مثلا میرم تو موضوع حوزه کار خودم هست، اونو بررسی میکنم، مثلا اینا منابعی که استفاده کرده همچین با کیفیت نیستن، منابع رو حذف میکنم مثلا، یا اون مطلبی که از اون منبع استفاده کرده حذف میکنم، یا مثلا اینم از نظر شیوه نامه اشتباه نوشته، فعلاش اشتباه کرده، خوبه؟ اوکی، فعلا رو اشتباه نوشته، یا مواردی توی این زمینه ها، من این دارش رفع میکنم. یعنی استاد میتونه در واقع به ما اعتماد کنه و ما یه مرحله از کار دایرش براش انجام میدیم، اون فقط میتونه بیاد اون موقع نتیجه کار نهایی ما رو بررسی کنه که خیلی از اشتباهات اولش رفع شده. حالا دانشجو چرا باید ترغیب بشه بیاد کار انجام بده؟ ویکی‌پدیا
هم یه جای در واقع آکادمیکیه، هم یه جای دانشنامه‌ایه. یعنی خیلی از این دانش کاربرای ویکی‌پدیا آدمای عادی هستن که توشون استاد دانشگاه هست، دیپلمه هست، چه می‌دونم دانشجوی دانشگاه خوب هست. اینا میتونن در واقع کمک کنن به اون دانشجویی که تازه میاد و بهش ایده بدن و همونطوری گفتم مقالهاشو بررسی میکنن. مثلا دانشجوی مقاله نوشته ایراد منبعی داره، بعد یه نفر دیگه کاربر میاد به اون میگه مثلا این مقاله این ایرادو داره، اون میگه من منبع رو در اختیار ندارم. اون دانشجویی که ممکنه هم رشته‌ش هم باشه میتونه از اون منبع اسکن بگیره براش بفرسته. ما یه پروژه داریم اینا، پروژه کتابخانه ویکی‌پدیا که ما توی جشن 500 هزار درباره‌اش صحبت کردیم توی مرداد، توی ماه مرداد توی کتابخانه ملی. از طریق اون میتونیم خیلی منابع آکادمیک دست اولی که شاید خیلی از دانشگاه‌ها ایران میشون دست ندارن رو به اونا بدیم. پس این رابطه برد برد میشه برای هم برای ویکی‌پدیا هم برای سیستم آموزشی. یعنی استاد میتونه منفعت کسب کنه از این کار، دانشجو به همین صورت، و ویکی‌پدیا هم یه از این مقالات استفاده کنه. خب حالا شاید بگید خب حالا اینا رو گفتی، خب چیکار کنیم؟ حالا ما چیکار کنیم؟ شما احتمالاً اکثرتون باید دانشجو باشید یا رابطه نزدیک با دانشجوها دارید. ما دو نوع داوطلب داریم توی ویکی‌پدیا، توی برنامه آموزشی البته، نه فقط برات کلی. داوطلبان دانشگاهی و داوطلبان برخط یا همون آنلاین. داوطلبان دانشگاهی کسانی هستن که توی دانشگاهی دارن درس می‌خونن، طبیعیه دیگه. مثلا من دانشجوی دانشگاه چمران اهوازم. اونجا من داوطلب دانشگاهی حساب میشم. من اونجا شروع کردم با استادام صحبت کردن که این پروژه چیه، اهمیت ویکی‌پدیا چیه، نواقص سیستم فعلی چیه، ما چیکار کنیم که منابع رو در واقع دانشجو رو ترغیب کنیم که تو ویکی‌پدیا کار کنن. این میشه داوطلب دانشگاهی، این مرحله اول کاره. بعد که اونا در واقع قانع شدن دو تا از استادا و میگم اولین بار تو ایران دارن کار انجام میشه، شروع کردم همکاری با ما. من اومدم لیست دروسی که نیاز هست دانشجو، مقالاتی که نیاز هست دانشجو ویرایش کنه یا ایجاد کنه رو درآوردم به دانشجو، براشون جلسه گذاشتم، آموزش دادم چجوری ویکی رو ویرایش کنن، اصلا ویکی‌پدیا چی هست خیلیشون نمی‌دونستن، چجوری ویکی‌پدیا رو ویرایش کنن. و کارهای از این دست، کارهای در واقع میدانیه، تو دانشگاه باید باشی تا بتونی با اینا در ارتباط باشی. گروه دوم داوطلبای برخطن، اینا کاربرای کارکشته ویکی‌پدیان که هم کاری که گفتم انجام میدن. دانشجو وقتی مقاله می‌نویسه اینا میرن اونو بررسی میکنن و کمکش میدن. خب این یه پروسه در واقع، این چیزی داره میبینید، پروسه شروع کاره. یعنی اولین قدم اینه که با استاد هماهنگ بشه، یا خودتون استاد هستید که چه بهتر، خودتون میتونید قدم اول خودتون بردارید. بعد توی ویکی‌پدیا اون دوره رو ایجاد کنید. ما یه افزونه‌ای داریم که قدیمی البته اون همه این کارا رو انجام میده، یعنی فقط بهش اسم رده رو میدی، مشخص میکنی که استاد درس کیه، یه لینک ثابت میدن به دانشجو که از اون طریق وارد بشه و کارهای مدلی. و الان داریم یه سیستم جدیدی هم در واقع کار کردن ولی هنوز لانچ نشده، شاید تا یک دو ماه دیگه اونم بیاد، اون خیلی اعتبارات بهتری داره. پس دوره رو ایجاد میکنه، بعد طبق مثلا اون درس که درس موضوع درس چی هست، مثلا من مثال درس خودم میذارم، درس تاریخ سلجوقیان، یعنی تاریخ ایران در دوره سلجوقی. کلاس اونها که من درس داشتن 30 نفر بودم، من 40 تا مقاله مرتبط با تاریخ سلجوقیان که توی ویکی‌پدیا مقاله نداشتن رو درآوردم. مقالات خیلی مهمی هم هستن، حالا بحث ما این نیست. اینا رو در میارم فهرست میکنم توی اون صفحه مشخص، لینک رو به دانشجو میدیم و حتی من گفتم آموزششون دادیم، ما دانشجو رو آموزش میدیم و اون شروع میکنه به ساخت مقاله. ولی مهمترین نکته اینجاست که ما یک در واقع جدول زمانی برای دانشجو مشخص کنیم، چون معمولا کارهای اینجوری که یه خورده سخت هم هست انجامشون، چون حالت عادی دانشجو میگم من فقط با قلم و کاغذ سر کار دارم، خیلی حرفه‌ای باشه فقط تایپ میکنم تو ورد، ولی توی ویرایش توی ویکی‌پدیا خورده سخت‌تر، یه مهارت بالاتری میطلبه و دانشجو باید مجبور کرد که این کار رو انجام بده، یعنی توی یک بازی مشخصی بیاد این کار رو انجام بده که معمولا اول ترم تا آخر ترم کار انجام میشه. و قدم آخر هم اینه که ویرایش‌های دانشجو رو بررسی کنیم طبق همون چیزایی که عرض کردم، ویرایش دانشجو رو بررسی می‌کنیم و آخر سر خود این ابزاری که گفتم، افزونه‌ای که گفتم، امکانی که نمره بده رو داره، یعنی استاد روز آخر میاد نگاه می‌کنه اون خیلی چیزاش در واقع فقط ویژوال، یعنی استاد باز نمی‌کنه خیلی چیزا رو، نوشته که مثلا چند بایت مقاله ایجاد شده، برچسب آیا داره نداره، خوب هست نیست، نظر در واقع داوطلبات چی بوده در این مورد. فقط می‌تونه با یه نگاه چشمی نمره رو همونجا بده و حتی می‌تونه خروجی بگیره و توی لیست اون درس سایت خود استاد وارد کنه. خب حالا این سوالا هست که استاد معمولا از من میپرسن، من پیشا پیش اگه سوال داشته باشی گفتم می‌دارم مطرح کنم، بعد اگه سوالی بود در خدمتتون هستم. خیلی کلی هست، فقط مربوط این برنامه نیست، در مورد کل ویکی‌پدیا است.
سوال اینه که نمیتوان به ویکی‌پدیا استناد کرد و اعتبار ندارد. چرا دانشجوام اینجا بفرستم؟ آیا ویکی‌پدیا اعتبار داره؟ دیگه؟ نه؟ همه نه؟ کیا میگن نه؟ کاملا با تو موافقم. ویکی‌پدیا اعتبار علمی نداره. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید برید یه مقاله علمی پژوهشی بنویسید، رفرنس بدید مقاله فلان در ویکی‌پدیا. این کار نمیشونه انجام بدید. چرا؟ چون ویکی‌پدیا سردبیر نداره. چون ویکی‌پدیا دانشنامه تخصصی نیست، مثل جامعه دانشنامه جهان اسلام نیست که هر مقاله‌ش متخصص نوشته. ویکی‌پدیا دانشنامه عمومیه. یعنی من و شما میریم اونجا اطلاعات اولیه‌مون رو از اون می‌گیریم و در واقع نیازمون برطرف میشه. و اگر بخوام خیلی دیگه به قول معروف از ویکی‌پدیا استفاده کنیم، مقاله‌های خوبی که ما نوشتیم تای هر پاراگرافی یا تای هر قسمتی منبع ذکر کرده که من این مدخل و این قسمت رو از فلان منبع آوردم. شما میتونید از اون منبع استفاده کنید. یعنی میتونه مواد خام پژوهش اولیه‌تون باشه که از طریق اون برید به وارد کار خودتون بشید. من میشناسم استادانی که میشناسم استادانی رو که مقاله هایی که در واقع نوشتن، مقاله پژوهشیشون، ایده اولشون از ویکی‌پدیا گرفتن. یعنی مقاله ویکی‌پدیا رو گرفتن، خوندن، ببینن مثلا توی موضوع چه منابعی کار شد. چون ما وقتی یه مقاله رو کار می‌کنیم، می‌بینیم منابع مختلفو در میاریم، وارد مقاله می‌کنیم. مثلا می‌بینی آقا 10 تا کتاب توی زمینه کار شده. می‌بینی 10 تا کتابو می‌گیره و کار خودش رو ادامه میده. خب یه سوال دیگه اینه که آقا مقاله‌های ویکی‌پدیا همه یه خطی و ناقصن. من برای چی بچه‌ها رو بفرستم؟ اتفاقا به همین دلیلی که بچه‌ها رو بفرستیم تو ویکی‌پدیا. هدف ما اینه که مقالات خرد، مقالاتی که وجود ندارن و تو مرحله اول اونایی که وجود ندارن، تو مرحله بعدی اونایی که خرد و ناقص و یه خطی هستن رو گسترش بدیم. ببینید ویکی‌پدیا از آسمون نیومده. همه خود ما هستیم داریم اونو می‌نویسیم. توی کشورهای پیشرفته‌تر آدمای دانشگاهی خیلی نگاه مثبت‌تری ویکی‌پدیا دارن. دانشجو خیلی علاقه‌مندن توی ویکی‌پدیا کار کنن. حتی دانش آموزا یه پروژه هست به نام ویکی اسکول. خیلی از دانش آموزا با این پروژه همکاری می‌کنن. ولی توی ایران اصلا ما دانش آموزا رو خیلی محل بهشون نمی‌ذاریم متأسفانه. پس اگر مقالات ویکی‌پدیا یک خطی هستن یا ناقص هستن، مشکل از من و شما هاست که کار نمی‌کنیم و اینو گسترش نمی‌دیم. یه مثالی امیر هستش اینجا یا نه؟ نه. امیر یه مثالی زده بود، گفت که ما میتونیم اعتراض کنیم که چرا روی خیابون آشغال هست توی کشورهای دیگه نیست. خب خودمون این آشغالا رو می‌ریزیم دیگه. اینم همونه. خودمون باید کمک کنیم که ویکی‌پدیا گسترش پیدا کنه. یه سوالی خیلی استاد می‌پرسن، میگن آقا ما وقتی به دانشجو تحقیق می‌دیم، ازش می‌خوام منابع رو بررسی کنم، بعد تحلیل خودش هم وارد کنه که آقا مثلا نظر من نسبت به منابع چیه؟ میگم تو علوم انسانی اینجوری بغیر اشاره نمی‌دونم. آیا می‌تونه این کار انجام بده؟ میشه گفت هم آره هم نه. یعنی چی؟ ما یه سیاستی داریم توی ویکی‌پدیا به نام سیاست تحقیق دست اول. یعنی من نمیتونم بیام از خودم اطلاعاتی رو توی ویکی‌پدیا اضافه کنم. این میتونه شامل همه موضوعات بشه. یعنی من نمیتونم بیام بگم مثلا روستای ما اینقدر جمعیت داره چون خودم اهل روستام. باید یه منبعی باشه من به اون ارجاع بدم. اما تحلیل دانشجو میتونه یه جور دیگه خودشو نشون بده. مثلا چی؟ مثلا میاد در مورد یک قضیه موضوعی چند تا نظریه وجود داره. دانشجو میتونه بیاد این نظرات مختلف رو کنار همدیگه بذاره و بگه نظر من به نظر فلان نزدیک‌تره، با لحن دانشنامی البته. یا چی؟ یا بیاد از بین این سه نظریه نظریه‌ایو که در واقع خودش درست‌تر می‌دونه اونو فقط مطرح کنه. یه خورده موافقم، یه خورده دستش بسته است برای تحلیل شخصی و اصولا با این مخالفم. ولی تا یه جاهایی می‌تونه کارای انجام بده. 100% نیست ولی. یه موضوع دیگه این که منابع اولیه تو ویکی‌پدیا می‌تونیم ذکر کنیم. منابع اولیه ما سه دسته منابع داریم. منابع اولیه، ثانویه و دسته سوم، ثالثه نمیشه میگن. منابع اولیه منابع مستقیم با رویدادن. مثلا تاریخ طبری میشه منابع اولیه. یا چه میدونم گزارش یک نفری تو یک صحنه حادثه‌ای بودی، مثلا الان یه نفر از این ماها بره اینجا گزارش از رویداد امروز بنویسی میشه گزارش تحقیق در واقع منبع دسته اول، چون همونجا بوده. منبع دسته دوم منبعی که میاد بر اساس منابع دسته اول، یک متخصص میاد اون منابع اول رو در واقع ویرایش میکنه، میتونیم بگیم میاد اون رو پالایش میکنه. یعنی چی؟ یعنی گزارش تاریخی اومده چند تا منبع هم آوردنش، ولی مورخ امروزی میاد تو اون شک میکنه، میگه نه این نمیتونه درست باشه فلان دلایل، و اون رو رد میکنه. ولی نظر مورخ دوم اون منابع ثانویه اون درسته، چون اون بوده که در واقع درسشو خونده میتونه کار انجام بده. منابع دست سوم دیگه منابع خیلی خیلی ریزی هستن، مثل دانشنامه ها، مثل ایرانیکا، بریتانیکا، اینا میان هستن اون منابع دست دوم هم نقد میکنن و اضافه میکنن به اون مدخل خودشون. فکر کنم تموم شده. آره، حالا اگه سوالی دارید من در خدمتتون هستم، هم در مورد ویکی‌پدیا هم در مورد برنامه آموزشی.
فهمودن که یه مقاله تو ویکی‌پدیا ادیت کرده بودن، بعد یه نفر گفته بود که ما اینو بررسی می‌کنیم بعد می‌ذاریم. اینا کیان؟ اینا که بررسی می‌کنن. حالا نمی‌دونم اینو کجا انجام دادی، چون کسی اینو بررسی نمی‌کنه تو ویکی‌پدیا که اوکی بده بعد منتشر بشه. شما هر ویرایشی که انجام بدید نیاز به تایید نیست که بعد نمایش داده بشه، مگر یه سری مقالات خیلی خیلی خاص که فکر کنم تعدادشون به 100 تا هم میرسه، یکم بیشتر 100 اندی، یعنی زیر 200 تا، خیلی تعدادشون کمه. این مقالات چه مقالاتی هستن؟ مقالات برگزیده و خوبیده. حالا برگزیده خوبیده چی اینجا؟ برگزیده میگم خیلی تعبیری که میخوام بکار برم درست نیست، ولی میتونه در واقع مثال دیگه، مثل مقالات علمی پژوهشی و مقالات علمی ترویجی. مقالات برگزیده مقالات علمی پژوهشی ان، مقالات خوبیده مقالات علمی ترویجی. یعنی چی؟ یعنی توی مقالات برگزیده اون نویسنده اون مدخل اومده حرف تمام و کمال زده دیگه، دیگه واقعا جای بعد اینو داوری میشن ها، یعنی توی یک صفحه نظرخواهی میان در مورد اون میگم آقا من مقاله رو نوشتم تمام و کمال، حالا به در موردش داوری کنید. کاربرا میان اونجا نظر میدن، بعضی موقع بحث میکنن، خط میزنن، خب یک مقاله کاملی میرسه و اینا خیلی نیاز ویرایش ندارن، یا یعنی تعدادش خیلی کمه. حالا بس شما این نیست بکنم. حالا میگه کیا اینو بررسی میکنن؟ شما وقتی میاد توی ویکی‌پدیا مقاله رو مینویسید با آی پی باشید، یعنی بدون ثبت نام، یا ثبت نام شده یه جایی هست به نام تغییرات اخیر، یعنی تک حتی یه بایت هم شما یه نقطه رو جابجا کرده باشید تو اون صفحه میاد که نوشته کاربر فلان یا آی پی فلان در تاریخ فلان چی اضافه کرده چی کم کرده، یکی هم چیزا میگم پیوند تفاوت روی اون که بزنین قشنگ نشون میده چی اومده چی رفته. وقتی شما کاربر تازه کاری باشید هر ویرایشی انجام بدید یک رنگ خاصی میشه اون کناره، شما خودتون نمیبینید، ماها میبینیم، ما که مثلا یوزر قدیمی تری هستیم ما اونو میبینیم. بعد میایم اونو در واقع چیزی به نام گشت پاترول میکنیم، اونو گشت میزنیم که مثلا میگیم آقا این ویرایش اگه اوکی بود میگیم ویرایش درسته، اگه اوکی نبود خب یا برمیگردونیم یا تغییر میدیم یا به اون کاربر میگیم که مثلا چجوری خودشو بهبود بده این ویرایششو. بعد اون کاربر هم میاد مرتب ویرایش انجام میده رو مقاله های مختلف و نشون میده که آقا سیاست ها رو بلده، نشون داده که میتونه رو این موضوع بهش اعتماد کرد. ما این دسترسی داریم، اینم دسترسی گشت خودکار اتو پاترولر. اون دسترسی که به اون کاربر میدیم دیگه هر ویرایشی که کنه تو اون تغییرات اخیر میاد به رنگی نمیشه، یعنی من بعد یک گروهی داریم اینم گشت زن، اینا کارشون اینه که میان صبح تا شب تو این ویکی‌پدیا، حالا نه که حقوقی بگیرن ها، مثلا خودم گشت میزنم، هر کسی میتونه وقت اوقات بیکاریش بره اون تغییرات اخیر رو چک کنه و اون مقالاتی که ایجاد شدن رو در واقع بررسی کنه که یا گشت میزنه یا گشت نمیزنه و اون دسترسی رو بهش میدیم. فهمودن این سیستم گشتی که میگید خود سیستم اضافه میکنه یا خود مدیر در واقع کاربران اضافه میکنن؟ نه کاربران اضافه، خود سیستم براش تعریف شده که گشتن کیه، مدیر کیه، چه میدونم دسترسی مختلف اینا کیان، ولی اینکه به کی چی بدیم و کاربرای قدیمی تر، آره قدیمی تر هم نه لزوما، مثلا شما بگید من 10 سال پیش حساب ساختم من میتونم کار کنم، نه کاربرایی که در واقع دسترسی خاص دارن مدیرن، آره فقط مدیرها به بالا میتونن دسترسی رو اعطا کنن. میگن چجوری میشه مدیر شد؟ مدیریت، این مدیریت با اون اینم من بگم با ادمین فرق میکنه، چون این اشتباه رو خیلی ها فکر میکنن که مثلا مدیر ویکی‌پدیا میتونه منیجر کار منیجر انجام بده، اصلا اینجوری نیست. ما نشانی که توی ویکی‌پدیا داریم مثلا به عنوان صنف مدیر کسی که جارو دستشه، یعنی حمال سامان است یا آقا به خانم، یعنی توی ویکی‌پدیا داره فقط کار جاروکشی انجام میده. مقالات هست، یعنی مدیر کار مدیرها در تعریفش اینه، مدیران کاربرانی هستند که یک سری دسترسی دارن برای محافظت و تمیزکاری سامانه، یعنی مقاله هایی که مشکل دارن حذف میکنه، کاربرایی که فوش میدن رو میبنده، چه میدونم مقاله هایی که دوشون درگیری ویرایشی هست و محافظت میکنه، کار این مدلی انجام میده. یعنی با اون ادمین تصور نکنید که یکیه. حالا چجوری میشه مدیر شد؟ وقتی میگم اون کاربر میاد یک پروسه طولانی ویرایش میکنه، 7 8 10 هزار تا ویرایش داره، مقاله ساخته، چه میدونم خودش نشون داده که آقا من میتونم مدیر بشم، یعنی میتونم به سامان کمک کنم، میتونه نظرخواهی ایجاد میکنه، با دو هفته میگه آقا من میخوام مدیر بشم، کاربر مختلف نظر بدید. بعد کاربران با شناختی که از اون کاربر دارن میتونن بهش موافق بدن یا مخالف بدن. پس از دو هفته اگر در واقع اجماعی که حاصل شده بود بیشتر از 70 درصد بود، یعنی فرض کنید 30 تا موافق بود 2 تا مخالف، مثلا مدیر میشه، اگر نبود مدیر نمیشه و باز هم میتونه این شانس شما مرتب امتحان کنه. و زبانش ما یه چیزی داریم به نام وب فارسی، حالا میتونید سرچ کنید تو اون کادر جستجوی ویکی‌پدیا، اونجا اوورده که در واقع زبان مورد تایید ویکی‌پدیا چیه، همون سابقه دستور خط و دستور خط و شیوه‌نامه‌های زبان فارسیه، فرنگستان زبان فارسیه،
حالا اینکه توی مقالات همه باید با یه زبان استانداردی بنویسن که فرهنگستان زبان فارسی اینو در واقع نوشته و تایید کرده، ولی تو صفحات بس هر کس هر جور دوست داره میتونه صحبت کنه، هر جور دوست داره نه، یعنی با ادبیات غیر رسمی هم میشه نوشه، کسی بعضیا دوست دارن ادبیات قدیمی به حقی بنویسن، اون مشکل خودشونه. اگه در مورد ویکی‌پدیا دوست دارید بیشتر بدونید، ما یک در واقع دوره همی گردی داریم توی دانشکده کامپیوتر، یه 10 دقیقه دیگه میریم اونجا، اگه دوست داشتیم اونجا بشیم دور هم دیگه صحبت کنیم. یکی دیگه بچه‌ها آقای امیر هم ساعت نمیدونم چند یه خورده از این چیزا ارائه داره در مورد ویکی‌مدیا، منم میتونید توی شبکه‌هاش با ادساین درش پیدا کنید، ایمیل هم که اینجا هست، در خدمتتون هستم. تشکر میکنم از آقای حیدرزاده.